لیب لویت لیب فرینده گودن تاک اسیز کورتس فور دقیقه اوه وی بگینن میت لکسیون این هوندت از سری درس های آلمانی به فارسی پونک کام این درس رو اسمش رو گذاشتم درس تو ما خیلی جاها زمیره یا حرف اضافه تو رو واسه مکان یا چیزهای دیگه به کار میبریم و امروز میخواهم یه مقدار تو در توش کنم <laughs> خب از Wo hast du deine Frau kennengelernt oder deine Freundin oder deinen Freund یعنی کجا دوست تو زن تو یا شوهر تو deinen Mann kennengelern آشنا شدی. یعنی باش آشنا شدی تو میگیم دوستت را آشنا شدی. خانومت را آشنا شدی. Wo hast du deine Frau kennengelernt? Wo hast du deinen Mann kennengelernt? Wo hast du deine Freundin kennengelernt? Wo hast du deinen Freund deinen کنن یعنی آشنا شدن تو یه جشن مثلا یه جشن یه جا بوده بای بای اینم فایا ها به مثلا پس حرف اضافهش بای هست اینجا ما تو همهش تو داریم تو فارسی اینجا بایه معنی تو میده تو فارسی دلیل نمیشه هرچی اونجا اونا بگن این بگیم ما هم اینجا بگیم این نه خب توی پارتی معمولا میگن چی؟ توی پارتی پارتی میگن auf einer Party auf einer Party haben wir uns kennengelernt رو آشنا شدیم پس اینجا تو معنیش معنی auf میده همینطور که میبینید پس نمی auf در واقع معنی لغویش یعنی روی با یعنی مثلا نزده پیشه ولی در واقع اینجا معنی تو میده میبینید که تو مدرسه این در شوله دی شوله دی تبدیل میشه به در آن هم میگن اندر شوله. تو خیابون آف در شتراسه بنابراین نمیگن تو این این تو میگن آف یعنی روی خیابون در واقع کجا هستی تو الان ایش مین آف در شتراسه تو خیابونه پس ببینید تو ممکنه معانی مختلفی بده تو آلمانی در واقع لغوی رو بخوایم بگیم آف یعنی روی بای یعنی پیش آن آنم یعنی انگار یه چیزی کناره یا نزدیکه نزدیک جلویه نزدیک و جلو و همه چیز با هم بغل نزدیک جلو خیلی دقیق نمیشه معنیش کنی خب تو کلاس کجایی تو کلاسم ایش بین این در کلاسه این در کلاسه یا ایش بین ایم کلاسن قوم به جای این در کلاسه میتونی بگین این دم کلاسن قوم یعنی قوم یعنی فضا کلاس، فضای کلاس. من توی فضای کلاسم. این توی کلاسم در واقع. این دم هم که میشه مخففش میشه ایم دیگه. اینو میدونید. ایش اشبین کلاسن قوم. توی کلاس فضای کلاسم. این توی کلاسم در واقع. خب تو خونه هستم. سو اشبین سو هاوزه. بیا سو هاوزه. اینجوری کنم برنیستن درست در باشه. پس اینجا سو که معنی به سویه هست. معنی تو میده. می تو فارسی؟ میده تو زمین بازی، اینجا نمیشتم بازی، بازی باید باشه spielplatz spiel spiel یعنی بازی بازی پلاتس یعنی مکان یا جا، جای بازی، شپیل پلاتس مثلا جای بازی که بچه ها میرن بازی میکنن بهشون، می... بهش میگن kinder پلاتس یک کینده میارن اولش مثلا کینده هم نیارید اولش مثلا بگید spielplatz ich gehe auf wo bist du? ich bin auf dem spielplatz در در تبدیل میشه به دم auf dem auf dem spielplatz بعضی موقع auf dem و اینجوری هم مخفف میذارن auf auf dem auf یا شاید این اینجوری بنویسن ولی فکر کنم این آپاستروفی میذارن ام بذارن به هر حال auf dem spielplatz یعنی توی زمین بازی هستم فوتبال پلاتس مثلا زمین بازی فوتبال شپیل spielplatz هر چیزی میتونه باشه توی این روز مثلا این توی این یا اون روز این اتفاق افتاد آن دیم تاگ آن دیم تاگ در تاگ آن دیم تاگ اینجا من آن معنی باز معنی تو میده آن دیم تاگ مثلا تو اون روزی که ما همدیگه با همدیگه آشنا شدیم بارون میبارید آن دیم تاگ آن دیم وی اونس کنن گلرنت به همین ترتیب تو فوریه این فبروار ایم فبر وار. فبروار فبروار این فبروار یعنی توی ماه هم مثلا فوریه ایم, ایم یولی ایم آگوست و همین ترتیب ایم داره ایم چون در واقع مونات مونات در واقع چیست هست جمع در هست در مونات مذکر هست تا بنابراین ما توی فوریه و اینا همه رو میگیم ایم یعنی در واقع این دم بوده و ایم میگیم پس اینجا این معنی تو میده ببینید تو ایستگاه قطار ایش بین am Bahnhof. Bahnhof یعنی ایستگاه قطار م... میگن am Bahnhof. am معمولا نزدیکش هستید. am اینجا an هست در واقع تبدیل میشه به am. am Bahnhof چون Bahnhof هم مشخص هست بنابراین با آرتیکل میگیم am. am Bahnhof و بیستو am Bahnhof. ich bin am Bahnhof. یعنی نزدیکای Bahnhof هستم. یعنی Bahnhof اینجوری روبرون وایساده. این تا حالت دیواری در نظر بگیرید آن رو آن که میگید یه چیزی مثل دیوار انگار جلوتون وایساده ایش بین ام بانهوف حالا میتونی اگه رفتی تو خود بانهوف هستی توی اون مکان بانهوف هستی توی اون ساختمون بانهوف هستی میتونی بگیم می ایشبین این بانهوفس که بایده که بایده یعنی ساختمان من تو ساختمان بانهوف هستم توشم ولی معمولا وقتی توشم باشید یا اطرافش هم باشید میگیم آن بانهوف یعنی نزدیکشید یعنی اونجا روبروتون وایستاده تو سال 2012 برای, برای تو سال 2012 مثلا سال دو... یا تو سال 2012 یا سال 2012 این اتفاق واسه من افتاد مثلا دیگه تو سال یا سال دیگه نمیخواد بگی مثلا میگیم 2012 بین ich nach Deutschland gekommen من اومدم دوشلند هیچ دیگه نمیخواد اولش بذارید 2012 بین ich nach Deutschland میتونید اینجوری هم بگید ایم یا ایم یا 2012 بین ich nach Deutschland پس میتونید ایمیاق بگید بعد سالو بذارید یا هیچی نذارید نمیتونید فقط ایمو بذارید بگید ایم 2012 ای غلطه به نظر من هیچی نذارید 2012 بینیش ناخت دویشلنگی کن خب تو صف این در شلنگه و بیستو این در شلنگه شلنگه هم معنی مار میده هم معنی صف میده دی شلنگه چون به ای خط شده کجا هستی جا شما شخص میکنه این در شلنگه اگه برم تو صف ایشگه این دی شلنگه. من میرم تو صف To Berlin in Berlin, Schara in mir. To Maschine im Auto. Ich bin im Auto. Wo bist du? Ich bin im Zug. Wo bist du? Ich bin im Flugzeug. Flugzeug, Auto, Zug, Flugzeug, Flugzeug. Das Flugzeug, was mich ihm in dem im Flugzeug. Der Zug im Zug. Das Auto im Auto. Zu Internet. Das Internet im Internet. تو رادیو دست رادیو ایم رادیو از کجا اینو فهمیدی ایم رادیو ایش هاب دست ایم رادیو گهرت ایم رادیو تو فرنزین تو تلویزیون از تلویزیون فرنزین او دا فرنزی ایم همشون ایم هستن تو کتاب ایم بوخ با این ماینم بوخ بگیم تو کتابم این ماینم بوخ خوب تو کتابم تو دفتر تو دفتره یا تو کتابه تو دفتره هفت داس هفت فکر کنم ایم هفت این در هفت یا ایم هفت ایم هفت اینو باید نگاه کنم داست هفت فکر میکنم درست باشه داس, داس, و در باشه میشه ایم دی باشه میشه این در تو روزنامه این در سایتونگ این در سایتونگ این در سایتونگ تو مجله مجله سایت شرفت شغفت, دی شغفت. چون دی فتت سافتتم آرتیکل دومی رو میره اسم دوممی دی ریفت یعنی نوشته و بنابراین دی zeitschrift هست و هست تو اون از کجات خوندی این در zeitیت این der Zeit این der این, در این در به همین ترتیب اینا البته خیلی از این کلمه مثلتون آشناس گفتم قبلنم خاطر همین کم سریع همه رو دوره کردم در واقع آن تا این مهمه مثلا یاق اگه بخواید بگید قبلش چی نمیخواد بذاری یا بگید ایم یاق 2012 اینا چیزای مهمی هستن و بیستو تو انبان هفت تموم شد به همین ترتیب خب حالا بگید تمرین در سال 2010 خب در آگوست در ماه آگوست سال 2010 با اون اون به پسر برمیگرده تو زمین بازی آشنا شدم خب اینم یه تمرین واسه شما بذارید کامنت بذارید ببینم اینو درست می نه اندر هم میگن اندر اونی یعنی تو توی دانشگاه اندر یونیورسیتیت اندر اندر اونی اندر شول اندر اونی این در اونی هم میگن ولی آن فکر کنم بهتر باشه خب حالا بعدا در این موردم صحبت میکنیم خب اینا از این درس امیدوارم تمرین رو درست انجام بدید تا درس بعد چوسی